استبداد در ذات در جامعه منفوره به هر شکلی که میخواد باشه. موسیقی من زبان حال مردمم بوده، اگه استبداد در مقابل مردم باشه خب قابل کاملان یا هم او در مقابل من هم من در مقابل من قرار گرفتن، بخوام نخوام در مقابل استبداد، چون با مردم زندگی میکنه. But when I see in my own country a woman who doesn't have any support is sitting on the side of the street selling cigarettes, these things I cannot bear to see. من در طول این 30 سال 32 سال ارتباطی با صدا و سیما نداشتم. خب اوائل خودشون صدا منو پخش میکردن، بعدم خب من اعتراضاتی کردم، خب من سخت ناراحت شدم و دیگه اعتراض کردم، گفتم دیگه اجازه نمیدم شما صدای منو پخش بکنید. این بود که من راضی نبودم و دیدگاه های اجتماعی با اونها هماهنگ نیست، این که من دوست ندارم از اون صدا از اون رسانه صدا پخش بشه. تا اینکه بالاخره این یکی دو سال اخیر من با دیگه خیلی جدیت دنبال کاری گرفتم و شکایت کردم ازشون که دیگه پخش نکنن صدای من. کافیه امام جوی بگه آه اینا چیه فلان اینا تعطیل. آره ببینید آسیب پذیری کنسرت در مملکت من به علت اینه که اینا روی خوشی با موسیقی، هنر موسیقی و هنرمندان ندارن، مگر اینکه در بس در اختیار اونها باشه که من نیستم. اما رادیو تلویزیون نه دیگه، مجبور میکنه که همون چیزی که داره پخش میکنه مردم همونو گوش بدن، ها یا مگه ببنده ویلا تا میخواد بشنوه اون چیزی که اون پخش میکنه بشنوه. این هست الان در ایران هست و البته خب در رادیو تلویزیونشون هم به یقین شورای شعر و شورای آهنگ دارن، تا جا که من خبر دارم دارد دورا دور من خبر دارم، ولی وزارت ارشادش و عقیدین من چیز اضافیه، یه مزاحمی سر را وزارت ارشاد. رحمی به من دل شده 15 شهریور 1388 که مصاحبه با شما داشتم در هانوفر آلمان بودید، گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. الان وضعیت رو چگونه میبینید؟ الان هم به همون شکله و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم نگیر نمیتونن بکنن. استاد جریان، آیا با توجه به این صحبت هایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟ اصلا من زندگی میکردم 33 سالش هم از با این بدبختی گذاشته، لطفی نداره از این زندگی برم، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه هم درست انجام. چون که فردوسی زبان من رو نجات داد، من موسیقی مملکت رو باز نجات بدم و تا الان هم موفق بودم. شب از تو چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه، مردم هم موسیقی رو انتخاب میکنن، مردم باش بگه موسیقی میخوام یا نمیخوام، نه اینکه یکی دیگه بگه آقا من باز اجازه بدم فلان کنم. اینا در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی بند کردن. بس مجوز بگیری، کجای دنیا موسیقی مجوز میخواد؟ کجای دنیا شعر مجوز میخواد؟ اینا برای هر چیزی یه ایده آدمای بی‌سواد
بی اطلاع بی سلیقه اونجا میشینه میخواد راجع به موسیقی نظر بده، غلط میکنه موسیقی نظر بده. اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ ما شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواسا رو به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرد. صرف ربطی به اسلام نداره موسیقی. بیار بالا، بیار بالا، بیار یکم بیار بالا.